با اصاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. از شرق الاوسط، رژیم ایران به هیچ وجه از تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای عقب نشینی نکرده است. از هر فرصتی برای پیشبرد توانمندی‌های فناوری برای این منظور استفاده کرده و سالها جامعه بین‌المللی را گمراه و در مورد اهداف خودش دروغ گفته است. خبرگزاری رویتر، متحدان ناتو به طور جدی از فعالیت‌های بدخواهانه ایران نگرانند و از تهران خواستند تا حمایت نظامی خود را از روسیه از جمله تأمین پهپادها را متوقف کند. از ایران می‌خواهند که از اقدامات بی‌ثبات کننده از جمله توقیف کشتی‌های دریایی خودداری کند. ایو ریپورتر، ایران و روسیه در انکار هویت مستقل آذربایجان و اوکراین متحد هستند. دلیل اصلی متحد شدن ایران با روسیه این است که نگرش شوینیستی نسبت به همسایگان خود دارد. سایت ناتو، بیانیه اجلاس سرانه ویلنیوس، بلاروس و ایران باید به همدستی خود با روسیه پایان دهند و به تبعیت از قوانین بین‌المللی بازگردند. سایت از سوال الان لبنان، تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس نمایی از ایران آینده را به تصویر کشید. سایت نشنال نیوز امارات، مهلت برای وزارت امور خارجه توسط کنگره برای ارائه جزئیات در مورد پرونده رابرت مالی به سر می رسد. روزنامه فرانت پیج، ایران یکی از بازیگران اصلی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه است. رد پای آن در تمام سازمان‌های تروریستی و جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین است. این یک بحران پناهندگی ایجاد می‌کند.